سلام دوستای نازنین، در آموزش غذاهای افغانی خوش آمدین. پیشا پیشید قربان به شما عزیزان و از طریق شما به خانواده محترمتان تبریک میگم. انشالله که یک عید خوب و خوش در کنار فامیلتان داشته باشین و یک ویدیو جدید در خدمت شما عزیزان هستم. امید که تا پایان ویدیو مرا همراهی کنین. امروز تصمیم دارم شبت پلو همراه گوشت گردن تیار کنم. امید که از این ویدیو خوشتان بیاید. اگر خوشتان آمد حتما با دوستانتان شریک بسازین. مواد لازم من اینجا آماده ساختیم. بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول دیگ سر گاز مندم. 1.5 کیلو گوشت گوسفند است، گوشت گردن. در داخل دیگ بخار مندازم. 3 تکه دنبان در سرش مندازم. روغن اصلا نمندازم. 1 دانه پیازم ریزه کردیم مندازم. 4 دندان سیر. 1 قاشق غذاخوری نمک دهش مندازم. 1 قاشق چای خوری دهش زردچوبه مندازم. 1 قاشق چای خوری هم دهش مرچ سیاه مندازم. خوب شور میدم تا که سرخ شود. بعدش روغن استفاده نمی کنم، دنبادش استفاده می کنم. اگه شما دنبه دوست نداشتین میتونین عصر کنین، روغن به جوش استفاده کنین، اما با دنبه بسیار مزدار میه، یک مزه خاص به گوشت میده. بر 10 دقیقه خوب گوشت سرخ میکنم. بعد از اینکه گوشت سرخ شد 4 گلاس آب در سرش اضافه میکنم. آب جوش اضافه کردم، یک شور میدم، سر دیگ بخار رو بسته میکنم. برای 20 دقیقه میمونم تا که گوشت نرم شوه. خب تا گوشت نرم شوه برنج پخته میکنم. آب موندیم جوش اومده. 1 قاشق غذاخوری دش نمک انداختم. 4 گلاس برنج دش مندازم. ما برنج قبلا تر کردیم برای 4 ساعت. منتظر می باشم جوش بیه. زمان که جوش اومد سر دیگه بسته میکنم. بر 10 الی 8 دقیقه میمونم تا که برنج نرم شوه. خب برنج نرم شد. بعد از اینکه برنج نرم شد 1 بسته شبت دهش اضافه میکنم. شبت کمی انداختم، امروی برنج شور میتونم شه و زود کده صاف میکنم شه که زیاد نیمونم که شبت بجوشه، بخاطر که عطر شبت از بین میره. حال برنج صاف میکنم. بعد از اینکه صاف کنم دیگه دوباره سر گاز میمونم. برنج در دیگه اضافه میکنم نصف بشه. گوشتم که قبلا مانده بودم نرم شده. انشالله از این طریقی که ما پخته میکنم خوشتان بیه. گوشتم کاملا نرم شده. در سر برنج اضافه میکنم. ببینین نرم شده. مثلا روغن داشت اضافه نکردیم، اما روغن خود گوشت اضافه کردیم. بعد از اینکه گوشت اضافه کردم اما روغن دیگم در سرش مندازم. دیگه روغن دیگه اضافه نمی کنم. شبت پلو همراه گوشت گردن بسیار مزه‌دار میه. روغنش هم اضافه کردم. حال دوباره به سرش برنج مندازم. یک غذای بسیار مزدار مخصوص روز عید قربان. بعد از اینکه برنج اضافه کردم 1 نصف گلاس آب تش مندازم که برنج همراه آب دم بگیره. با سردیگ همراه یک پارچه می پوشونم. بر 5 دقیقه برارت زیاد میمونم. بعد از 5 دقیقه 20 دقیقه برارت کم میمونم تا که برنج آماده شوه. 25 دقیقه گذشت شبت پلو ما آماده شد. شبت پلو ما آماده شد دوستای نازنین. امید که از این طریقی که ما پخته کردم خوشتان بیه. یک غذای بسیار مزدار. حالا شبت پلو ما رو میکشم. اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین. جهان سپاس. منتظر انتقادات پیشنهادات شما عزیزان هستم. اگر کدام غذایی رو دوست دارین که من براتون پخته کنم در بخش کامنت برام بنویسین، حتما پخته میکنم.
گوشتوش علایده کشیدم که برنج راحت تر بتونم بکشم. جای شما دوستا خالی بسیار مزه دار آمده، بسیار یک عطر و بوی خاص داره. در اینجا کشیدم، مال گوشتشم در سرش میمونم. چند تا بادرنگم در دورش میمونم که مقبول مالم شوه. انشالله که از این طریقه که من پخته کردم خوشتان بیه. اگه خوشتان آمدت من با دوستانتان شریک بسازین. ببینین تو تمی کنم، بسیار خوب سهی نرم شده. خب دوستای نازنین، این بود ویدیو امروز ما که شبت پلاو تیار کردم. امید که از این ویدیو خوشتان بیه. اگه خوشتان آمدت من با دوستانتان شریک بسازین. تشکر که تا ایدم با ما بودین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ مهربان مسپارم. عید خوب و خوش داشته باشین. خداحافظ شما عزیزان.